بعد از عصر کرونا و در دورانی که مردم برخی از عادتهای گذشتهشون رو ناچار شدن کنار بذارن و عادتهای جدیدی پیدا کنن، کم کم این مسئله به وجود اومد که یک مروری در اولویتهای خودشون انجام بدن و ببینن که چه چیز مهمتره. نتیجه این شد که زنده موندن و زنده نگه داشتن عزیزان در عصر کرونا اهمیت خیلی زیادی داره. طبعا در این شرایط میشه فقط به این اولویت فکر نکرد، میشه اولویت‌های دیگر رو هم بررسی کرد، میشه نگاه کرد که چه چیز ضرورته، چه چیز اولویته و در چه زمینه‌هایی ما میتونیم دست از برخی از عادت‌هامون برداریم. فکر میکنم موقعیت مساعدی باشه که وقتی مردم بیشتر به گذشته فکر میکنن، بیشتر به عادت‌های خودشون فکر میکنن، بیایم و یه بررسی مجدد داشته باشیم و برای نسل بعدی که قراره که پرورش پیدا کنه، نسل بعدی که قراره تربیت بشه، برنامه‌های بهتری پیدا کنیم، چه از نظر برنامه‌های تربیتی، چه برنامه تغذیه‌ای، برنامه ورزشی، و به نسل سالم‌تری برسیم. اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم و یک بار دیگه اولویت‌های به هم ریخته خودمون رو درست چیدمان بکنیم. برای این منظور می‌خوایم با خانم مهشید سیدی یه گفتگوی صمیمی داشته باشیم و ببینیم که چه میشه کرد برای آینده و از طریق این گفتگو برنامه‌هایی رو بچینیم که شاید در آینده اونقدر گسترش پیدا کنه که بتونه راهنمایی برای نسل‌های بعدی بشه. برای نسل بعدی باید از نسل قبلی به نظرم شروع می‌کردیم. خب ما نمی‌تونیم خیلی گذشته دست خالی کنیم. گذشته این سری سنت ها و یه سری عادات به ما رسیده و فکر میکنم چیزی که باعث میشه که ما توجهمون رو به نسل آینده داشته باشیم، بدونیم که کورکورانه از نسل قبل بخواییم پیروی کنیم، خودآگاهی. به نظر آگاهی توی هر بُعد از جسممون، روانمون، حتی عادات غذایی ما میتونه کمک کنه که نسل بعدی یه پله جلوتر از ما باشه. من خودم به شخصه دارم تمرین این آگاهی رو تو هر لحظه، تو هر موقعیت انجام میدم و فکر میکنم خیلی لذتش واقعا بسیار بالاست و خیلی کمک میکنه که به همه ابعاد وجودیم توجه کنم، نه فقط من به شخصه قبلا فکر میکردم که همین که به بُعد تربیتی کودکم توجه کنم میتونم در آینده یه کودک شاد داشته باشم و یه انسان سالم تحویل بدم به جامعه. اما الان فکر میکنم فقط ما آدم ها فقط از یه بُعد ساخته نشدیم، فقط بُعد روانیمون نیست که من فقط توجه کنم به اون بُعد، بُعد جسمانی میتونم بگم قد توجهم به این بُعد تربیتی زیاد بود که غافل شدم از بُعد جسمانی و بُعد سلامت، میتونم بگم سلامت بدنشون، سلامت جسمانیشون. و مدتیه که دارم فکر میکنم که این دو هم تو همون باید با هم پیش بره که یک کودک سالم و راضی. و من به نظرم اون فانوسی که دارم میبینم برای آینده برای کودکم اینه که رضایت درونی داشته باشه. رضایت درونی فقط این نیستش که من بخوام آدم خوشحالی باشم، آدم شادی باشم، آدم مفیدی باشم. در کنار دردم میشه رضایت درونی باشه. دقیقاً. و به نظر من خب وقتی این دوتا و این بُعد جسمانی رو نبینم و فقط رو این مسیر برم، یه جای کار میلنگه، بالاخره این قطار یه جای وای میسته. بس این دغدغه منه و من فکر میکنم که اینجا هستیم تا این دغدغه رو یه ذره گسترشش بدیم و آگاهیمون توی این قسمت بیشتر کنیم تا بتونیم. فهمش شما رو من کاملا قبول دارم، به خصوص میتونیم مثلا اینطوری بگیم، حالا در سطح جامعه وقتی مطرح میشه میگن توسعه پایدار، وقتی بخوایم نسل بعدی رو تربیت بکنیم میتونیم اسمش بذاریم تربیت پایدار. یعنی چیزی که همه چیز توش هست، یه پدیده ای که یه پک کامله، توش تغذیه منظور میشه، ورزش منظور میشه، پیگیری و پایش سلامت کودک منظور میشه،
نظارت بر رفتارهای کودک منظور میشه، بُعد روانیش منظور میشه، اینکه بانک عاطفه خوبی داشته باشه منظور میشه، اینکه بتونه خودش رو، اون ایگو یا شخصیت اصلی خودش رو حفظ بکنه و تحت شعای هر اتفاقی در اطرافش قرار نگیره، نظر مستقل خودش رو ارائه بده، همه اینا منظور میشه. در کنار هم دیگه میشه یه پک درست. که میشه تربیت بهتر یا تربیت پایدار، حالا اسمش رو بذاریم تربیت پایدار. من وقتی داشتم خودم رو آماده میکردم برای اینکه بتونم در خدمت شما باشم، چون در خدمت شما بودن کلا یه مقدار کار سختیه. شما ماشاءالله ازا ماشاءالله استادی در این زمینه. آن راستی یه چیزی اشکال نداره من اینو بردارم، شما که آزمایش دادین من که آزمایش دادم دیگه اشکال نداره. آره میدونیم که ما نداریم دیگه آخی، الحمدلله سلامتی. عرضم خدمتتون که وقتی داشتم خواهش میکنم وقتی میخواستم بیام اینجا به فکرم رسید که در مورد یه ماجرایی تحقیق کنم که ما در گذشته هم داشتیمش از خیلی وقت پیش. یکی از چیزهایی که نسل به نسل در اثر تکامل بشر به وجود اومده این ماجراست که من وقتی میرم وارد جنگل میشم، اون انسان اولیه، وارد غار میشم، یه حیوان هست، یه گل هست، یه گیاه هست، چیزایی از این قبیل، کدومش خوراکیه که میتونه گشنگی منو برطرف بکنه؟ به تدریج مثلا فرض کن من بودم، یه کسی دیگه هم کنار من بوده، اون برداشته یه گلی رو برداشته خورده و همون لحظه در جا، خب من یه لحظه احساس کردم که خب پس این به درد من نمیخوره، من نخوردم. به تدریج یک بانکی در اطلاعات بشر ذخیره شده که اون بانک بهش میگه چه چیزی رو بخور و چه چیزی رو نخور. به عبارت بهتر برمیگردیم سر همون ابتدای بحث، یعنی اینکه ما در عصری به سر میبریم که زنده موندن خودش کلی هنره، کرونا نگیریم و خطری ما رو تهدید نکنه. و خب حالا برخی از مؤلفه های این کابوس ممکنه که یه مقدار بزرگ نمایی بشه، برخی از مؤلفه های این کابوس ممکنه که کاملا واقعی باشه، ما نسبت بهش دید کافی نداریم یا اشراف کافی نداریم، به تدریج داره این اشراف به وجود میاد، علمش به وجود میاد و مسائلی که در آینده باش سر کار خواهیم داشت. اما چیزی شبیه به گذشته ماست، چیزی شبیه به مثلا چه میدونم 2 میلیون سال پیش که من چی بخورم که زنده بمونم و چی بخورم که نمیرم و چی نخورم تا بتونم زنده بمونم. یعنی چند جمله خیلی ساده که سرنوشت بشر رو همین جملات ساده تعیین میکرد. نه تردمیلی وجود داشت برای اینکه بخواد سلامتی خودش رو با اون تردمیل حفظ بکنه، نه کیک تولدی وجود داشت که این کیک چجوری درست بشه که خطر کمتری داشته باشه و چه کار کنیم که مثلا قند کمتری داشته باشه، نه دنیا چندان با چیزی مثل گیاه استویا آشنا بود که آره گیاه استویا شیرین کننده هست ولی خب ضرری هم نداره، تو میتونی بخوری هر چقدر هم که دلت بخواد میتونی بخوری و قند خونه تو بالا نمیبره. در اون زمان هم ما چیزی داشتیم که سرنوشت ما رو تعیین میکرد، چی بخوریم. به تدریج اومد جلوتر تا رسید به مثلا کسی مثل سقراط که اولین فردیه که میاد هدونیک ولیو رو مطرح میکنه که من چه کار کنم که لذت ببرم، چه کار کنم که رنج نکشم. اینجا دیگه یه پدیده لوکس مطرح میشه، یه پدیده‌ای که بالاتر از اولویت‌ها و ضرورت‌های زندگی ماست. چه چیزی به ما کمک میکنه که احساس خوبی داشته باشیم، همون رضایتمندی که شما فرمودین، چه چیزی باعث میشه که من احساس کنم شادکامم، کامجو شدم، کامیاب شدم و لذت ببرم از زندگیم، و چه چیزی باعث میشه که برای من درد به وجود میاد و ازش فاصله بگیرم. ابعادش خیلی گسترده است ولی اساسا اون زمانی هم که در یونان باستان این هدونیک ولیو، یا حالا من یه ترجمه شخصی ازش دارم توی فارسی، متاسفانه توی فارسی ترجمه خوبی نداشته، میتونیم بهش بگیم که امتیاز کامیابی. چه چیزی باعث شد که بشر به این نقطه برسه و اساساً چرا این لغت رو انتخاب کردن؟ در یونانی باستان این مسئله به معنی شیرینیه، انگار که شما کامتون شیرین میشه، یه اتفاقی میفته که کام شما رو شیرین میکنه. هنوز هم در ادبیاتمون بسیار جا داره، در ادبیات تمام دنیا جا داره، چه کسی تلخ کامه، چه کسی زندگی خوبی نداشته، تجربه خوبی نداشته و الان در شرایطی به سر میبره که احساس خوشبختی نمیکنه. و اتفاقا تلخکامی چیزی نیستش که بگیم حتما تجربه ایه که در بزرگسالی اتفاق میفته، در کودکی هم میتونه اتفاق بیفته. هر گونه شکستی که کودک داره که شما دیگه استاد این قضیه هستی. دلم میخواد وارد یه مبحثی بشیم که در آینده بتونیم تفکیکش بکنیم. شاید تغذیه نقطه شروع خوبی باشه براش. که از اینجا شروع کنیم که کودک چه چیزی رو بخوره سالمتره، از شیر مادر گرفته میرسه جلوتر
به جایی میرسه که ممکنه که در یه خانواده خیلی راحت فست فود در اختیار یه بچه قرار بگیره، به جایی میرسه که خیلی راحت ممکنه که یه بچه‌ای در قبل از 5 ماهگی غذای کمکیش رو شروع بکنن، قبل از 1 سالگی غذای سفره رو بدن که خیلی ادویه داره. خب همه اینها میرسه به اون نقطه‌ای که در اصل ممکنه ما کدگذاری های اشتباهی رو برای کامجویی یا کامیابی به بچه بدیم. درستان. و این کدگذاری های اشتباه همه سنت هایی که در گذشته داشتیم هنوزم داریم نسل به نسل منتقلش میکنیم و به قول شما از یه جایی باید بریده بشه، از یه جایی باید قطعش بکنیم، برای یک نسلی بالاخره باید کاری انجام بدیم. درستان. که اونها اشتباه ما رو تکرار نکنن. اولین قدمش میگم دانشه، یعنی باید دانشمون انقدر بالا بشه، بالا بره راجع به این مسائل، راجع به تغذیه، راجع به جسممون، راجع به سلامت، راجع به فواید موادی که داریم استفاده میکنیم. خیلی وقت ما واقعا نمیدونیم و فقط صرف یه عادت داریم یه سری غذاهایی رو میخوریم. و بعد از دانشون آگاهی است. آگاهی داشته باشیم که حالا از این دانش چطوری استفاده کنیم، چون خیلی فقط صرف داشتن دانش کمک نمی کنه تو هیچ مسئله، مگر اینکه با آگاهی ازش استفاده کنیم. تو فضای مجازی دانشش هست. دقیقا. تو نه تنها تو فضای، همه جا هست، کتاب ها هست، تو فضای مجازی هست تو. اما دقیقا چی کار میتونیم بکنیم که من به عنوان مادر اون دانشه هست، اما چی کار کنم که به اون نقطه ای نرسم که کودک من یه جایی به خاطر جسمش، به خاطر بیماری هایی که ناخودآگاه من مسئولشم، یعنی من نمیدونستم نخواسته دارم یه جورایی بهش خشونت انگار میکنم، چون که کودکی که نیازش غذای سالمه، وقتی دارم تعریف خشونت اینه دیگه، من نیازهای طرف مقابلم نبینم و فقط به نیاز خودم توجه کنم. اینکه وقتی ما غذای سفره داریم به بچه زیر 1 سال میدیم، یعنی یه جور به نظرم خشونته، یعنی نیاز اون کودک رو ندیدیم و داریم حالا به هر دلیلی داریم این یه جور خشونت اعمال میکنیم در حقش، که در بعدها شاید بعدها یه بیماری دچار یه بیماری بشه که مثل آلرژی گوارشی. قطعاً دنبال مقصر یا مقصر نیستیم و سیستم اصلا، ما فقط می‌خوایم بدونیم که این آگاهی و این دانش رو چجوری در بستر زندگیمون بیاریم که پشیمون نشیم در آینده و تازه به دنبال درمان نباشیم. میتونیم پیشگیری کنیم، مثل خیلی مسائلی که توی تربیت کودکمون در نظر میگیریم، راجع به بود جسمانیش هم به قول شما همین که زیر 5 ماهگی غذای کمکی ندیم به بچه، چه عوارضی داره، چه اتفاقایی میفته در آینده، چون اون لذت کامجویی گفتید؟ بله، کامیابی و کامجویی. اون لذت رو من میتونم، دو تا تعریف داره در ذهن من این شکلی شکل گرفت که لذت کامیابی در الان یا لذت کامیابی در آینده. اگه الان نکته جالبی رو اشاره کنیم، چون اگه الان رو در نظر بگیریم که الان خب معلومه من الان فرض کنید دوست دارم الان مثلا یک ظرف شکلات بخورم، لذت میبرم دیگه، کامیابم. رو بعد چیزی از دست گذاشتیم شکلات. اما میتونم این لذت آنو رها کنم و انتخاب آگاهانه تری داشته باشم و لذت کامیابی در آینده رو بیشتر ببرم در 20 سال آینده. اینا خب مسائلیه که خیلی فکر میکنم باید بهش توجه کنیم توی تربیتمون، در بستر زندگیمون که چه ذائقه‌ای رو داریم شکل میدیم برای کودکمون. من خیلی وقتا فکر میکنم که تربیت یعنی بستر هستن، ساختن بستر. ذائقه فقط روی خورد و خوراک نه، ذائقه رو هر چیزی، موسیقی که گوش میده، کتابی که داره میخونه، فیلم کارتونی که میبینه، بازی که میکنه، کلامی که میشنوه و غذایی که داره میخونه، همه اینا ذائقه است و ما در قبال همه اینا مسئولیم. خیلی ممنونم، گسترده شدن تعریف ذائقه خیلی کمکمون میکنه.
و من نمیدونم حالا شما پزشک هستید و متخصص توی این مورد، اما یه دکتر نورو فیدبک بودند، یه بار راجع به کاهش استراب توی کودک من گفتن که مثلا یه سری تمرینات انجام بده. یه دوره استراب داشتن، قرار شد یه سری تمرینات انجام بده که فرض کنید جامپینگ بود، یا گفتن چند دقیقه در طول روز سر و ته باشه و مثلا من به حالت آویزون، یعنی سرش پایین باشه و پاشو بالا. بله. بعد توی پارک فرض کنید میگفتن برید پارک چرخ و فلک بازی نکنه، تمرین ها و بازی های عمودی و افقی داشته باشه، حتی تابو و عله کلنگ پشت سر هم نره، با یه فاصله بره که اون حالت دورانی و چرخشی نباشه، اون دوباره اون حالت رو تشدید میکنه. اینا باعث میشه که به آرامشش کمک کنه. و جالبه که من بهشون گفتم خیلی جالبه، ما ناخودآگاه بدونه که بدونیم داریم این تمرین ها رو انجام میدیم. و یه تمرین دیگه ای هم بود که یه فضایی مثلا یه جایی مثل استخر توپ هست، بالشی باشه، نرم باشه و بچه بره توش سر بخوره، مثلا سرشو بکنه تو. و اون زمان من بچه دومم خیلی کوچیک بود، نه این پارک و تختش که بود، همیشه جز یکی از بازی های بچه بزرگ همین بود که اینو پر بالش کنه و بره اون تو، مثلا میگفت اینجا اقیانوس منه و میرفت توش. من گفتم خیلی جالبه، ما ناخودآگاه داریم کارو میکنیم، یعنی مثلا روی تخت ما همیشه داریم میپره، توی پارک علاقه داره که بیشتر همین مثلا تاب یا عله کلنگو بره، و تو خونه میگه من خفاش میشم، من فرغون میشم، من یعنی این حالت برعکسو دوست داره انجام بده. بعد گفتن که ایشون یه حرف خیلی خوبی زدن که خیلی مون تو ذهن من، گفت اگه مادرها اجازه بدن بچه ها خودشون باشن و هر حرکتی رو که میخوان انجام بدن، خیلی از مسائل حل میشه. دستکاری نکنیم، یعنی مامانه میاد میگه که بچه من همش روی اوپنه، همش مثلا داره از دیوار بالا میره، بعد میگم حتما باید بالا بره، حتما یه چیزی هست که اون باید این بره تو ارتفاع، میاد میگه فقط داره میچرخه، همش داره خوش میچرخه. میگم نه چرخ سر گیج میره، میگم حتما باید بچرخه، اجازه بدید بچرخه. و بچه شما نه خودگاه شما هیچ با، مثلا من همیشه میگفتم حتما نیاز داره بپره رو تخت. و جالب بود توجه کردم زمانی که مهمون داریم میاد میپره، زمانی که نمیشنوه در مقابل خواستش، این هر چیزی که یه ذره استراب براش ایجاد کنه، میپره می روی تخت میپره. و یه چیز جالب تری که گفتن حتی راجع به غذایی که میخورن اصرار نکنم مادر که اینو باید بخوری، باید گوشتو بخوری، شاید اصلا بدن اون بچه نیاز نداره. و اگه دستکاری نکنیم، ما این نیست، یه وقتایی ما انقدر اصرار داریم دستکاری میکنیم که اصلا بنده این که میل بچه باشه انگار میفته توی لوپ لجبازی که من نمیخوام. اما اگه دستکاری نکنیم شاید اصلا واقعا احتیاج نداره بدنش، فرض کنید به این مثلا لوبیا، اما ما میگیم تنها راه دریافت حبوبات لوبیا است. و این برای من خیلی نکته مهمی بود و فکر کردم که واقعا من فقط وظیفم ساختن بستره، بستری که اگه نیاز داری بپر، اگه نیاز داری بچرخ، اگه نیاز داری اینو بخور. یعنی من وظیفم اینه که بستر سالم رو تهیه کنم و حالا اون به میل خودش انتخاب کنه، نه اینکه فقط تنها یه غذای چرب درست کنم و بگم این تنها غذای خونه ماست و باید بخوری. غذا اینقدر شکل‌های مختلف رسوندن مواد مغذی به بدنش بذارم، در پروتئین خیلی کارم میشه کرد و خیلی مانور میشه داد. دقیقاً. که اون انتخاب کنه که شاید اصلا انتخابش خوردن شیره، انتخابش خوردن سویاست. حالا خودش انتخاب کنه برای دریافت این ویتامین کدوم استفاده میکنه، کدوم راهکارشه. یکی از چیزایی که اتفاقا توی نورو فیدبک کمک کننده بود و به نظر من همچنان میشه روش کار کرد، چون به هر حال یه رشته‌ای توی رفتار درمانی دیگه، این ماجراست که ما اساساً وقتی که برای یکی از عادت‌های منظم زندگیمون، غذا خوردن یه عادت منظمه،
یعنی یه ریتم خاصی داره، صبحانه، نهار، شام، یا میان وعده هایی که وجود دارن. به هر حال این ریتم خاص تکرار پذیره و ما ترجیح میدیم که توی خانواده این ریتم خاص رو حفظ بکنیم. در این حال گفته میشه که خب طبعا اگر تمامی خانواده هم در کنار هم دیگه کنار سفره باشن خیلی کمک کننده است، به خصوص اگر یکی از افراد مثل پدر خانواده به صورت سنتی در ایران حالا یا سرپرست خانواده برای کار کردن بیرونه، اون وعده ای رو که میتونه در کنار دیگران باشه به هر شکل خودشو برسونه. نه اینکه مثلا پدر از صبح نیست تا 11 شب وقتی میاد بچه ها خوابن و میخواد شام رو تنهایی بخوره یا شام رو با مادرش بخوره. بنابراین این ریتم های خاص رو داریم، به خصوص در مورد اون وقایعی در کانون خانواده به عنوان نهاد تربیتی فرزند در اولین مرحله از تکامل خودش. اون رفتارهایی رو که تکرار پذیرن و منظم هستن، اگر بچه نمیخواد از این نظم، از این تکرار تبعیت کنه، ما میتونیم جاش رو خالی بذاریم. به چه شکل؟ مثلا یه سفره پهن میشه، یه خانواده 4 نفر است، یه فرزند بزرگتر هست که خب به این ریتم عادت داره و یه فرزند کوچیکتر که به این ریتم عادت نداره و شرارت‌های خاص خودش رو هم بروز میده. 3 بشقاب گذاشته بشه به جای 4 بشقاب، انگار نه انگار که او وجود خارجی داره. این مسئله ممکنه یه مدت طول بکشه، ولی بعد از یه مدت مثلا 3-4 روز گشنگی بالا میزنه و اون بچه احساس میکنه که من حقی از این سفره دارم. حتی ممکنه که یه همچین حرکتی بکنه، بیاد با دست از توی بشقاب غذا برداره، از توی بشقاب کسی دیگه، نه بشقاب خودش، چون بشقابی براش گذاشته نشد. این هم جز مؤلفه‌هایی هستش که اتفاقا در زمینه تغذیه و اصلاح رفتار کودک خیلی کمک کننده است. منتها من فکر میکنم ما باید یه مقدار برگردیم عقبتر. یه سری رفتارهای ما اشتباهه. به زائقه اشاره کردید و زائقه رو گستردش دادید که خیلی حرکت خوبی بود. به نظر من پسندیده است که ما به همه چیز زائقه شنوایی، مثلا چه چیز در خانواده شنیده میشه، چیزی که در خانواده شنیده میشه درگیری پدر مادره که مرتب این به اون یه چیزی میگه، اون به این یه چیزی میگه، خب طبعا نمیتونه توی تربیت فرزند اثر مثبتی داشته باشه. چیزی که توی خانواده شنیده میشه یه موزیک وحشتناک دوپس 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 و با صدای بلند، و حالا مثلا چه میدونم ممکنه در یه مهمانی باشه، ولی اون چیزی که در گوش بچه اثر خواهد گذاشت تربیت غلط گوش بچه است. و بچه‌ای که مثلا 2 سال است ممکنه که اصلا در اون شرایط نتونه تحمل کنه. طبیعیه که فردای این موسیقی ما یه سری رفتارهای غیر طبیعی از بچه ببینیم، مثل اون ادویه تنده. دقیقاً یه همچین چیزیه. چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ بچه اون چگونه تربیت خواهد شد؟ بچه اون کسیه که مثلا فرض کنیم از به هم کوبیدن اشیا و ایجاد سرصداهای ناخوشایند خوشش بیاد؟ نه، طبعا اون هر چیزی رو که میخواد بشنوه ترجیح میده که موزیکال باشه، نوای خوشی داشته باشه، احساس خوبی بهش بده. میرسه به غذا خوردنش، میرسه به خیلی چیزای دیگه. اگر یه خانواده ای عادت دارند که حتماً اسفند توی خونه دود بکنن و براشون فرقی نمیکنه که اون بچه ناراحتی تنفسی داره یا ناراحتی تنفسی نداره، براشون فرقی نمیکنه که اون بچه الان آنفولانزا گرفته، براشون فرقی نمیکنه که اون بچه در چه شرایطی از نظر حلق و گوش قرار داره، خب طبعا اون بچه وقتی که بزرگتر بشه 1000 جور مشکلات دیگه باش بزرگ خواهد شد و این مشکلات رفع نخواهد شد. و فکر میکنم که برگردیم سراغ عادتهایی که بهتر اصلاحشون کنیم، بهتر دیگه اون عادت ادامه پیدا نکنه تا بتونیم روش درستی برای بچه داشته باشیم. یکی از اون عادتها مصرف شکر و مصرف نمک که متاسفانه خیلی راحت استفاده میشه. میزان مصرفش در ایران خیلی بالا، سرانه مصرفش بر اساس تعداد جمعیت خیلی بیشتر از جاهای دیگه است. نمونه مشابهش برنج که خیلی بیش از دیگران ما مصرف میکنیم. نمونه مشابهش روغن، روغنای پخت و پز، روغنای سرخ کردنی که بازم بیشتر از همه جای دنیا استفاده میکنیم، در صورتی که در خیلی از خانواده ها هر گونه وسیله‌ای برای آشپزی وجود داره. یعنی اگر قرار باشه که مثلا فرض کنیم اون خانواده یه شو برگزار کنه در مورد آشپزی و آموزش آشپزی، هر وسیله‌ای تو خونه‌اش هست. درسته. گریل داره، مایکروویو داره، بعد اجاق‌های مختلف داره و علی‌رغم همه این چیزایی که داره بازم از سرخ کنش بیشتر از هر چیز دیگه استفاده می‌کنه. من می‌خوام برسم به اینجا که بتونیم یک فرایندی رو برای برنامه‌های آینده‌مون تعریف کنیم.
که این فرایند به ما میگه که مثلا قسمت اولش چگونه خواهد بود، قسمت دومش چگونه خواهد بود، کی سراغ فیلد تربیتی میریم، کی سراغ فیلد تغذیه میریم و این برنامه مدون بشه و ایشالله بتونیم با هم دیگه تا جایی پیش بریم که همه چیز خیلی راحت، خیلی صمیمی در اختیار مردم قرار بگیره، نه به عنوان افرادی که بیشتر از مردم میدونن، نه، بلکه به عنوان افرادی که جایی از ماجرا رو میبینن که مردم به اونجا توجه نمیکنن و میخوایم یه جاهایی، یه گوشه هایی از ماجرای تربیت نسل بعدی رو روشن کنیم که تاریکه. و افرادی که میشه گفت دغدغه مند خودشون. بله. یعنی بیشتر از نه، این برنامه به خاطر پاسخ دادن به یه دغدغه ایه که من به شخص خودم پشت سر گذاشتم و دلم میخواد که حالا یه خانواده جلوتر از من پیش برن. فکر میکنم که گام های جلوتر باید دقیقا امیدوارم و این نگاه همه جانبه به همه ابعاد کودک بر من خیلی خوشاینده که کمتر اتفاق میفته ما تمام ابعاد رو ببینیم. خب یه کسی که مربی ورزشه فقط میتونه از بعد حرکتی راجع به کودک نظر بده، یه کسی که روانشناسه فقط میتونه از بعد تربیتی به نظر بده و کسی که پزشک کودک فقط میتونه از این جانب نظر. اما خوشحالم که ما داریم یه پکیج میبینیم و این قضیه رو فکر میکنم بتونیم تو همه چی بس بدیم و مخصوصا تو بعد جسمانی که فکر میکنم از همه بولدتره تو این قضیه که دقیقاً چطوری میتونیم مثلا فرض کنیم ذائقه چشایی کودک رو شکل بدیم. یه نکته خیلی مهمی که در این زمینه وجود داره و فکر کنم در مقدمه در همین جلسه باید در موردش صحبت بکنیم. طعم یعنی چی؟ طعم چجوری به وجود میاد؟ طعم آمیزه ای از یه سری گیرنده در روی زبانه و یه سری گیرنده در داخل بینی. یعنی اساسا همیشه اینا همزمان با هم دیگه میان و یه به یه مرکزی در داخل مغز میرسن و اونجاست که ما طعم رو تشخیص میدیم. به عبارت بهتر، اگر کسی کاملا تربیت بشه برای اینکه بتونه بویایی خودش رو تقویت بکنه، 450 بوی متفاوت رو میتونه تشخیص بده. یعنی انسان قدرت 450 تا رو داره. علاوه بر اون مزه ها دارن کم کم گسترش پیدا میکنن. یعنی مثلا قبلا یه شوری و ترشی و تلخی و تندی و شیرینی داشتیم، درسته، ولی الان کم کم داره مزه های بهتری هم به وجود میاد، یعنی مزه های پیشرفته تری هم به وجود میاد. در ژاپن مزه گوجه رسیده یه مزه خاص شده که الان در دنیا دارن روش کار میکنن و تقریبا 100 و چند ساله که دارن روش کار میکنن و این مزه قراره که، یعنی در گذشته هم بوده، به عنوان یک طعم خاص وارد بعضی از غذاها میشه و به غیر از اون هم هست. نشاسته داره کم کم طعم خودش رو کلاسیک میکنه، یعنی دانشمندا روش کار میکنن تا طعم رو تشخیص بدن. موضوع مهم این ماجراست. ما داریم در مورد نسل بعدی صحبت میکنیم، در مورد یک کودک 1 ساله که میخواد یه سری غذاها رو بچشه، در مورد یک کودک 2 ساله که میخواد مزه های خاصی از اسنک یا تنقلات رو بچشه و ازشون لذت ببره. در مورد کسانی میخوایم صحبت بکنیم که شاید اگر 5 سالش بود و 6 سالش بود، اگه وارد یه کافی شاپی شد یه منو بهش دادن نمیتونست بخونه، پدرش واسش خوند، شاید جدی جدی از بین اون منو سکنجبین خیار رو انتخاب بکنه، اون شربتی که میخواد بخوره، بعیدم نیست، به جای اینکه مثلا موهیتو انتخاب کنه. برای افرادی که میخوان تازه ذائقه پیدا کنند این مهمترین مسئله است که ما حواسمون باشه بوی موهیت، شرایطی که داره اون رو میچشه و طعمی که براش به وجود میاره، اینها ابعاد چیزی هستند که در اولین بخش‌های حافظه چشایی او شکل می‌گیرند و اتفاقاً دقیقاً تحقیقات ثابت کرده که هر چقدر این اولین قدم‌ها برای چشایی درست‌تر برداشته بشه، ما حافظه بهتری برای آینده او داریم فراهم می‌کنیم، حافظه‌ای که به راحتی از اون خط خارج نخواهد شد. به غیر از این که سلامتش رو داریم تضمین میکنیم، همون چیزی که مثل انسان اولیه، چه چیزی سمیه که من سمتش نرم، چه چیزی مغذیه که سمتش برم، چه چیزی ممکنه وزن من رو زیاد بکنه، به غیر از اون حافظه شکل میگیره. یعنی اصلا مشخص شده که اگر ما بخشهایی از حافظه رو به نوعی تخریب بکنیم بویایی مختل میشه. چه ربطی داره؟ خیلی بعیده، ولی انقدر به هم نزدیکن و انقدر با هم دیگه ارتباط تنگاتنگی دارن. بنابراین خیلی مهمه که ما بتونیم به جایی برسیم
که زائقه رو درست شکل بدیم. زائقه مجموعی از حوادثیه که در اون لحظه شکل میگیره، مجموعی از خاطرات خوشیه که ممکنه همراه باهاش تداعی بشه، طعم خوب، بوی خوب. یه جایی من توی مسافرت ها یه سری به این فکر کردم که چرا ما داریم تو مسافرت ها نوشیدنی، مثلا نوشابه انتخاب میشه، چیپس و پفک انتخاب میشه. چند تا خانواده بودیم که با هم میرفتیم، مثلا سبد پیکنیک، یعنی من یه چیپس و پفک رو برای گذاشتم برای زمانی که گفتم خب بیایم، نمیتونم بگم که مثلا نخورید، میذاریم برای چیپس و پفک. وقتی درخواست چیپس و پفک داشتیم برای یا تو سفر یا توی تولد ها بود، خب برای خودم یه راه گذاشتم. اما دیدم که تو مسافرت وقتی در تعدادش زیاد میشه و ما همش داریم طبیعت گردی میکنیم، مسافرت میگیریم و همم کودکن، چرا همش داره چیپس و پفک چی کار داره میکنه؟ فقط این نیستش که الان اون لذت کامیابی که مال الانه، قرار نیست که الان خود سفر به ذاته که خوشه، چرا دارم با این چی رو تداعی میکنه بچه برای بچه من؟ یعنی اینکه بعدن این ذائقه اون خاطره شکل میگیره که بس خوشی یعنی مساویه چیپس و پفک و چیپس و پفک مساوی با خوشی و این تداعی در خطرناکه. و از اونجا با مادر صحبت کردیم، قرار شد هر کس سبد سالم تری بیاره برای مسافرت هامون و خوشبختانه هم همکاری کردن و کم کم از دایره خارج شد. عالیه. یه مثالی رو خدمتتون میگم و اول ناشم یه سوال بپرسم، یه خورده هیجان انگیزه. به نظر شما میشه سیگار رو چشید، دود سیگار رو چشید؟ من چشیدم. من در 5 سالگیم دود سیگار رو چشیدم. از یه بزرگی دارم صحبت میکنم که عمرشو داده به شما، در حال حاضر در قید حیات نیست. یک مردی رو تصور بکنید که همیشه روی مبل و صندلی من دیدمش، هیچ وقت ندیدم که روی زمین بشینه، هیچ وقت. همیشه با کت و شلوار و جیلیقه من دیدمش، یا اگرم جیلیقه نبوده هوا سرد بوده یه ژاکت زیرش تنش بوده، یه کراوات بسیار شیک بسته شده. و ایشون غیر ممکن بود که اتکلون نزنه اصلا برای یه خرید، مثلا خریدی که 10 دقیقه طول میکشه. از خونه میرفت بیرون، اگه هوا سرد بود پالتو، شال گردن، همه چیز مرتب، انگار که مثلا داره میره کنسرت، مثلا توی یه جلسه‌ای که خیلی رسمیه یا یک مذاکره بیزینسی خیلی مهم داره، باید بهترین حالت خودشو داشته باشه. تو خونه‌ش هم همینجوری بود. و ایشون با اون بوی اتکلون، با اون شرایط، فرض رو بریم بذارید که یه شلوار مثلا یشمی، یه کراوات سبز خیلی خاص، پیرهنی که نمیتونی بگی اصلا لیمویی ملایمه یا زرد، خیلی خاص، کتش، جاکتش، همه چیزش عالی، گرونترین سیگار زمان سال 51 رو در نظر بگیرید، من 5 سالم بوده، گرونترین سیگار سال 51 دستش و سیگارش رو با بهترین فندکی، حالا اسمی نمیارم که برند مثلا نام ببره، اون صدای کلیک خاص فندک و اون بوی اتکلون، اون فضا. من اساسا دیگه با بچه‌های همسن خودم بازی نمی‌کردم، من فقط همینجوری داشتم ایشونو می‌دیدم. تبلیغ بودم قشنگ. سیگاری که می‌کشید طعمش رو من در زبان خودم حس کردم. و مقدمه ای شد برای اینکه من سیگاری بشم. الان 12 سالی که گذاشتم کنار. ولی این ماجرا، مرسی، اینقدر ذائقه مهمه. این رو بگیرید، بعد میریم سراغ چیزای دیگه. در یک خاندان‌های خاصی در کشور حتی ممکنه که روز 6، روز نامگذاری نوزاد، بخور تریاک به بچه بدن. این ماجرا در آینده ثابت خواهد شد احتمالاً که حتی اون بخور میتونه یه سری کدگذاری رو توی مغز ایشون فعال کنه. 6 روزش بیشتر نیست. پس ما واقعاً ممکنه با عادت‌های خودمون کاری بکنیم با بچه که معلوم نیست داریم چه آشی براش میپزیم و چه بلایی سرش میاریم. این رو با تغذیه ادامه بدیم. خیلی عالی. آش بپزیم. داریم آش سالم. به جایی که آش بپزیم حداقل یه کار درست واسشون انجام بدیم. انشالله. دستتون در نکنه. فکر می‌کنید چیز دیگه هست که در موردش بخوایم صحبت کنیم؟ فکر می‌کنم برای همین جلسه خیلی خوب بود، کافی بود. مرسی. انشالله با برنامه‌های بعدی در خدمتتون هستیم. تمام تلاشمون رو خواهیم کرد برای اینکه بتونیم شرایط پایداری رو برای تربیت فرزند فراهم کنیم. با تغذیه شروع می‌کنیم.